دوستان عزیز، تحریم ولی فقیه ارتجا بد جوری خودمون و عباب جمعی رژیمش رو به هم پیچونده. خامنه که دیروز صحبت کرد هیچ به تحریم خودش رو حتی بیت و دفترش اشاره نکرد و هر جام که به تحریم اشاره کرد گفت تحریم ملت ایران. خامنه اسم خودش رو گذاشته بود اسلام، خامنه هم اسم خودش رو گذاشته ملت ایران. بقیه سردمدارای رژیم هم سعی میکنن به جای تحریم خامنه ای از تحریم دفتر خامنه ای صحبت کنن یا به نحوی اونو دور بزنن. خنده‌دار اینه که اونا همینطور سعی میکنن خامنه ای رو یه شخصیت مذهبی دنیای اسلام، مرجع تقلید شیعیان جهان و از این قبیل چیزا جلوه بدن. روحانی دیروز گفت دستگاه سیاسی آمریکا با تحریم‌های اخیر ثابت کرد که مسائل دینی را نمیتواند درک کند و فهم آن را ندارد. ربیعی سخنگوی دولت هم گفت رئیس جمهور آمریکا ادعای مذاکره میکند اما صاحب فتوای تحریم سلاح‌های هسته‌ای را تحریم میکند. ظریف حرف خنده‌دارتری زد و گفت قرار دادن نام خامنه‌ای در فهرست تحریم‌ها نشان داد که آنها روابط بین مرجعیت و پیروانشان را نمی‌دانند، چه بسا که بسیاری از مردم آمریکا نیز با این اقدام از لحاظ وظایف دینیشان در مضیقه قرار می‌گیرند، زیرا این اقدام آنها می‌تواند به عنوان رعایت نکردن حق آزادی مذهب مسلمانان آمریکایی تلقی شود. ظاهرا فقط مونده که اینا ادعا کنن با تحریم مقام عظمای ولایت انقریبی که خورشید تیره بشه، ستاره‌ها خاموش بشن و آسمون رو زمین خراب بشه. یه داستانی یادم افتاد، شاید شما هم شنیده باشین، که وقتی هولاکو خان بغداد رو تسخیر کرد و آخرین خلیفه عباسی رو به اسارت گرفت و می‌خواست ترتیبش رو بده، اطرافیان خلیفه شیونشون بلند شد که الان که آسمون به زمین بیاد. هولاکو خان که ظاهرا آدم ساده بوده دچار تردید میشه. خواجه نظام الملک وزیر اون که خودش این حرفا رو کهنه کرده بود، فکر رو تدبیری کرد و پیشنهاد داد که خلیفه رو لای نمد بپیچن و اونو یواش یواش بمالن و چششون هم به آسمون باشه. اگه دیدن اتفاقی داره میفته خلیفه رو بیرون بیارن، وگرنه ادامه بده. همین کارو کردن و اول خلیفه رو یواش یواش نمد مال کردن و وقتی دیدن اتفاقی نمیفته و هوا خیلی خوب و خوش و آفتابیه تندتر مالیدن، هی مالیدن و مالیدن و مالیدن تا خلیفه جون به جون آفرین تسلیم کرد و اصطلاح نمد مال کردن هم از اونجا وارد ادبیات سیاسی شد. البته دولت مردای آمریکا به قول روحانی هیچ شناختی از مسائل دینی ندارن، اما در عمل این همین شیوه نمد مالی کردن رو در رابطه با مقام ولایت و نظامش در پیش گرفتن که نمیدونم، شاید بشه گفت که عنوانش تو ادبیات سیاسی جدید آب پس کردن قورباغه است.